سلام، امروز میخوایم راجع به مهاجرت به فنلاند صحبت کنیم، چون که سوال خیلی از دوستان بود که میپرسیدن. و اولش راجع به این که چجوری خودمون اومدیم فنلاند و بک‌گراند خودمون که چی بود و چی شد که اومدیم میگیم، و بعدش راجع به روشایی که میشه به فنلاند مهاجرت کرد و یه توضیح میدیم. اول من بگم ارتشون. من سال 2010 اومدم فنلاند واسه مقطع ارشد اپلای کردم. در واقع میخواستم کنکور کارشناسی ارشد بدم، بعد این برنامه شنیدم که میشه پذیرش گرفت کشورهای دیگه و ادامه تحصیل داد. یه ذره تحقیقات هم بیشتر کردم، دیدم واقعا شدنیه، چون هنرستانی هم بودیم و مدرک کاردانی هم داشتیم، بعدش کارشناسی یه ذره شک داشتیم، ولی خب به هر حال اپلای کردم. کشوری که انتخاب کردم اون موقع مالزی، سوئد و فنلاند بود. سوئد آخرین سالی بود که دانشگاهش واسه غیر اتحادیه اروپا رایگان بودش و در واقع آخرین شانسی بود که بتونستم ازش استفاده کنم، ولی خب سوئد ریجکت کرد به خاطر اینکه مدرک کاردانیمو نمیشناخت، یعنی واسه شون تعریف شده نبود، ازش ایراد گرفتم. ولی فنلاند پذیرش داد، مالزی هم که اصلا دیگه معلوم نشد چی شد، خودم دیگه پیگیری نکردم. 2010 اومدم فنلاند واسه رشته مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد، به زبان انگلیسی هم بود در واقع کل دوره، و در واقع اینجوری شد که من اومدم. آیلتس هم که امتحان آیلتس هم قبلش دادم که 6.5 شدم و خود دانشگاه اون موقع یادم 6 میخواستش برای کارشناسی ارشد. چقدر وقت آیلتس موندی؟ آیلتس من یه بک‌گراندی داشتم، یعنی در واقع کلاس زبانی قبلا میرفتم، یه 2 سالی بود ولی زبان کار نکرده بودم، یعنی یادم رفته بود خیلی هاشو، ولی فشورده یه دورهای فشورده آیس بود، یادم جهاد کشاورزی بود تهران رفتم اگه اشتباه نکنم اسمشو، یه 6 ماهی وقت گذاشتم خیلی فشورده خونه موندم، همشو نشستم خوندم و تونستم مدرک زبانمو بگیرم. تو همون حینی هم که داشتم مدرک زبان، یعنی واسه زبان خودم آماده میکردم، اینور اونور اگه دوستی آشنایی کسی پیدا میکردم ازشون سوال میپرسیدم در مورد دانشگاه، و حالا یه سایتی هم بود که این برنامه معرفی کردم، پیدا کردم، اپلای ابراد بود که در واقع خیلی سایت خوبی بود اون موقع، نمیدونم الان کیفیتش چجوری باشه، ولی اون موقع سوال میپرسیدن جواب میدادن، در واقع فروم بود applyabroad.org بود داره. بعد از اون اطلاعات گرفتم، این اکثر اطلاعاتی که میخواستم و از اون گرفتم. الان هم سایت هستش به اسم fundyab.com fundyab.com که اینم سایت خیلی خوبیه، دوستان میتونن ازش اطلاعات بگیرن، توضیح داده در مورد اینکه نحوه اپلای، رزومه نویسی و این چیزا همه رو توضیح داده، SOP و اینکه حالا میخواین اپلای کنین به چه نکاتی، یه بلاگی داره تو اونم میتونین ببینین، توضیحات خوبی داده، میتونین ازش استفاده کنین. حالا شما؟ من هم که کاردانی بودم، هنرستان میخوندم کامپیوتر، و بازم مثل مشکلی که هم جزا داشت، چون که پیش دانشگاهی ما نداشتیم یه سری کشورها مثلا نتونستیم پذیرش بگیم، مثلا سوئد که من از سوئد رو اپلای نکرده بودم، ولی واسه نروژ چون که میگفتن دیپلومت کامل نیست به من چیزم، با وجود که لیسانس داشتم، لیسانس همون دانشگاه آزاد شیراز کامپیوتر بود، نرم افزار گرفته بودم، با وجود اون بازم میگفتن چون پیش دانشگاهی نداری بهت چیز نمیدیم، پذیرش نمیدیم برای فوق لیسانس، میتونی بیای از دوره از لیسانس شروع کنی، همچین حالتی بود. بعد خواسته منم مالزی و فنلاند و نروژ رو اپلای کرده بودم، که مالزی منم مثلا یه داستانی شد و که هیچی که اونم نشد، خلاصه یه جورایی نشد مالزی، که فنلاند و نروژ شد. نروژ که گفت بیا از لیسانس، فنلاند هم که خدا رو شکر دیگه لاپیرانتا، دانشگاه لاپیرانتا به من پذیرش داد واسه دوره فوق لیسانس، همون کامپیوتر ساینس سافتویر انجینیرینگ بود. منم آیلتس رو فکر کنم، خب بک‌گراند زبانم بد نبود، یه توی فکر کنم 3-4 ماه تونستم آیلتس رو جمعش کنم و نمره 6 بگیرم، دیگه حداقل نمره بود که بعد میخواست آکادمیک. بعد دیگه منم از همون اپلای ابراد خیلی استفاده کردم، اون موقع شاید بگم مثلا 1 ماه فقط وقت گذاشتم خوندم تمام از صفحه اول، مثلا واسه فنلاند و نروژ، واسه فنلاند و مثلا فنلاند بیشتر،
مثلا از صفحه اولی که چیز بود مثلا خوندم تمام سوالا جواب، یعنی ما شاید مثلا مال 5 سال پیش بود ولی من همه رو خوندم، همه رو خوندم، اطلاعاتمو زیاد کردم و میتونم بگم از کسی چیزی نپرسیدم، فقط از همون اپلای ابراد بود که اطلاعات جمع کردم. بعد دیگه سوئد که پولی بود اون موقع، من چون 2011 اومدم یه سال بعد هنوز جزا، اون موقع ما با هم آشنا نبودیم. آره ما 2012 آشنا شدیم، ما همون لاپیرانتا تو این فنلاند با هم آشنا شدیم. آره. دانشگاهش اسمش لاپیرانتا، دانشگاهش الان LUT یونیورسیتیه، اسمش عوض شده. آره اسمش عوض شد، لاپیرانتا لاهدی یونیورسیتی. آره یه همچی چیزایی. بعد منم یادم رفت بگم، منم کاردانیم تهران بود، کارشناسیم دانشگاه تهران جنوب بود. اینم شاید به دوستان میشه معدلمون هم بگیم، معدلتون بگیم دوره 15 اینا بود، خیلی بالا نبود. آره معدل هم پایین بود بکنم، هم دوره 15 بود گفتم 14 15. ولی آره این در واقع اون دوستانی که خیلی سوالشون این بودش که حالا از ما میپرسن که آیا مثلا مدرک کاردانی اینا میشه واسه ما شد، حالا نمیدونم الان به هر حال ممکنه تو فنلاند دانشگاه یه ذره اطلاعاتشون بیشتر آره. شده باشه، سخت‌تر کرده باشن، چون خب رقابت خیلی رقابت خیلی زیاد شده. مثلا من اگه مثلا واقعا یادم میاد معدل کارشناسی 14 بود چند بود شون اصلا نمیدونم، اگه که مثلا با اون معدل تونستم تا 2011 بیام الان دیگه چیز دیگه آه. الان خیلی رقابت شناخته اون موقع فنلاند خب خیلی شناختی آره. از ایران نداشت، ما جزء مثلا دسته‌های دوم و سومی بودیم که می اومدیم فنلاند، ولی الان شناخت دانشگاه بیشتر شده، میدونن دانشگاه خوب تر کدومه، شاید سخت‌تر شده باشه حالا، ولی نمیخوام ناامید کنم کسی رو، شدنیه. بعد خب در این رابطه دیگه حالا صحبت‌ها رو کردیم، بعد اون موقع که حالا یه توضیح هم بدیم شاید واسهتون جالب باشه، اون موقع من می اومدم یورو در دور و بر 1260 من یادم خیر 1260 تومان که 2000 یورو هم خریدیم و اومدیم، اون 2000 یورو هم تا چند ماه دووم آوردم. از سال دوم هم دیگه تقریبا میشه گفت تز پول سامر جاب گرفتیم تو دانشگاه، بعد دیگه تزمون هم با قرارداد انجام دادیم و خدا رو شکر کمتر، یعنی نیازمون به خانواده و اینا کمتر شدش. البته من اینطوری نبودم، من که سال بعدش فکرم یورو 1500 بود اومدم، ولی خب بازم در مقایسه با الان خب خیلی بهتر بود اوضاع. و اینکه من متاسفانه هیچ کاری نتونستم تو دانشگاه بگیرم، نه سامر جابی تونستم هیچ وقت بگیرم، نه تزم پولی تونستم انجام بدم و کل دوره تحصیلم رو با همون هزینه‌ای که ماماینا از ایران میفرستادن گذروندم. فکر کنم شاید سالی حداقل سالی 6000 یورو که درست میگم 6000 یورو میگفتم باید داشته باشی. که یادم مثلا خونه من که خونه همون خب شعر بود، خونه ماهی 300 بین 250 تا 300 یورو برای یه اتاق که شعر باشه توی واحد آپارتمانی که دو سه تا همخونه ای، هرکی یه اتاق جدا داشت و آشپزخونه و حمام و اینا مشترک بود بین سه تا اتاق، ولی خب خیلی خونه ها خوب و ترتمیز و مرتب. بعد اینکه حالا یه سوالی هم که واسه خیلی یعنی پرسیدن و عجیب بود این بودش که مثلا میگن شما فنلاندی بلد نیستید مثلا اونجا چجوری زندگی میکنید، ما هم تحصیلمون هم کارمون که الان داریم همش به زبان انگلیسیه، یعنی در واقع هیچ وقت نیاز به زبان فنلاندی واقعا به اون صورت احساس نشد که بخوایم زبان، یعنی در واقع ما زبانو یاد گرفتیم واسه به خاطر اقامت گرفتن، امتحانش هم دادیم، حالا در رابطه با اون تو ویدیوهای دیگه صحبت میکنیم که اصلا اقامت اینجا چی جوری هستش، هزینه‌های زندگی و اینا رو هم یه ویدیو دیگه میسازیم که توضیح میدیم به چه صورت هستش، ولی ما کلا اینجا به انگلیسی با همه در ارتباط هستیم، چون مردم هم مردم همشون تقریبا میشه گفت بلدن انگلیسی صحبت کنن، اصلا کلا میبینن تو رو شروع میکنن انگلیسی صحبت کردن، و یه دلیلی که این باعث شد که ما تنبل بشیم و فنلاندی رو واقعا یاد نگیریم، حالا ان شاءالله قصدمونه که یاد بگیریم در نهایت بلدیم. آره در حد کار روزمره رو بلدیم، ولی نه در اون حدی که بخوام خیلی چیز باشه. ولی حالا روش‌های مهاجرت، یه سری خیلی سوال پرسیدن دوستان که چجوری میشه مهاجرت کرد، ما با بعضیش خب آشنا هستیم با بعضیش آشنا نیستیم، یکیش که تحصیلیه که همین که توضیح دادیم ما چجوری اومدیم حالا بیشترم توضیح میدیم، بعد فرصت مطالعاتی هستش که بعضی تو دورهای دکترا و پستاک میتونن فرصت مطالعاتی بیان، بعد از طریق کاری خیلی ها پرسیدن به چه صورته، از طریق کاری، از طریق حرفه، مثل چیزی که حالا تو کانادا و دانمارک و یه سری کشور دیگه هستش که در واقع شما یه فرمایی پر میکنین
یه سری پوینت آره. هایی میگیرین که مثلا یه زبانتون لیستی داده از آره. مشاغلی که مورد مورد نیاز نیازشه. همچین سیستمی رو فنلاند نداره. نداره، یعنی در واقع اصلا به این صورت نیستش، ولی چیزی که هستش خب مثل بقیه جای دنیا اینجا خب شرکت ها پوزیشن باز میکنن و امکان اپلای واسه اون پوزیشن ها هست، ولی خب پذیرش که ولی یعنی در واقع قبول شدن توی اون پوزیشن ها بسیار سخته، مخصوصا کسایی که از ایران بخوان اپلای کنن واسه شون خیلی سخت تره. مصاحبه داره قطعا، وقتی میبینن اسم ایران هستش و داخل خود فنلاند نیستید یا تو ایتالیا بکنن سی ام انگار شاید کارو سخت تر بکنه، و از اون ور هم اگر حالا به شرکت قبول بکنه و شما رو و واسه تون دعوتنامه بفرسته، ممکنه تو زمینه ویزا ممکنه سفارت ریجکت بکنه، به خاطر اینکه ممکنه به اون شرکته بگه که مثلا این مهارت تو خود فنلاند یا تو خود ایتالیا اروپا قابل پیدا شدن، یعنی کسی که این مهارت داشته باشه، و یه ذره شاید پروسش سخت باشه ولی شدنیه. اینا چیزی که باید بگم، چون که مثلا الان پی اچ دی اینا خودش کار دیگه، محسوب میشه پستاد، کار محسوب میشه، کار میشه. ما مثلا وقتی که پی اچ دی مون رو شروع کردیم، فرمایی که واسه اقامت پر میکردیم فرمای کار بود. آره فرمای کاری بود، کاری بود. بعد یه چیزی خیلی پرسه نماد پناهندگیه که واقعا اطلاعی نداریم، اصلا نمیدونیم پناهندگی به چه صورته، سخته، آسونه. من خودم فکر میکردم خیلی سخت باشه، از این ورانوش شنیدم ریجکت زیاد میکنه فنلان. یکی ازم پرسیده و گفتم من شنیدم سخته، بعد گفتش که نه من شنیدم آسونه دیگه. حالا بسته به شرایط طرف داره دیگه. آره خیلی چیزه، ولی حالا یک حالا بعضی هم در مورد تولد بچه پرسیدن که اگه بچه بیاد اونجا به دنیا بیاد آقای من میگه مثل آمریکا، نه اینجوری نیست، فنلان بهش عنوان یعنی در واقع شهروندی از طریق تولد نمیده. اینم سوالی بود که پرسید حتما باید پدر یا مادر فنلاندی باشه، یا مثلا مثل ما اقامت اینجا رو گرفته باشه که به بچه هم در واقع اقامت بدن. یه سایت خیلی خوبی هست، حالا من اونجا یادداشت کردم دارم میخونم، یه سایت خیلی خوبی هستش که اطلاعات تو این زمینه زیاد داده، حتی به فارسی هم داره، هرچند که واسه خود فنلاند هم هست، واسه خود دولت فکر میکنم، هرچند که لینک هایی که داده خیلیش بعد میره به زبان انگلیسی یا فنلاندی، ولی توضیحات اصلی رو به فارسی داده. سایتش هست infofinland.fi، در واقع اینفو که همون اینفو اینفورمیشن فینلند بدون هیچ گونه فاصله infofinland.fi، اینو میتونید برید اطلاعات خوبی بگیرید، اطلاعات زیاد داره. خب تا اینجا در مورد در واقع حالا روش مهاجرت بودش، توی همون infofinland.fi در مورد پناهندگی و اینام توضیح داده، حالا اگه کسی علاقه من باشه میتونه بره اونو بخونه، شاید توضیحاتش کامل باشه شاید نباشه، ما خیلی واقعا خودمون نخونه. خب اگه برگردیم به پذیرش تحصیلی و بورسیه، حالا یه توضیح در مورد بورسیه هم بدیم، این واسه کسایی که میخوان تحصیلی بیان این خیلی خوبه که بدونن به چه صورت هستش. بعد از پذیرش الان خب دانشگاه فنلان از 2012 پولی شد، یه دو سالی پولی بود، یه سال دوباره رایگان کرد واسه خارج از ایتالیا اروپا مثل ایرانی ها پولی کرد یه سالی رو، بعدش دوباره رایگان کرد، بعدش دوباره اومد پولی کرد، و دیگه الان دائما داره پول میگیره دیگه، یعنی از خارج از اتحادیه اروپا کسی بخواد بیاد درس بخونه اینجا باید پول بگیره، زیاد هم هست تقریبا میشه گفت اگر شما نکنم بستگی به دانشگاه داره قیمت ها متفاوته، سالی از 10,000 یورو فکر کنم شروع میشه میره به بالا، یعنی 13,000 یورو من دیده بودم سایت ها، مثلا دانشگاه هلسینکی، دانشگاه آلتو، اینا قیمتاش یعنی چیز شهریه های دانشگاه بالا، سال من شاید گفتم بورسیه نمیدونم، شهریه دانشگاه شهریه میگیره که یه سری از دانشگاه میاد بورسیه میده، یعنی در واقع شما میتونین همون زمان که پذیرش میگیرین واسه بورسیه هم تو مقطع ارشد در واقع واسه بورسیه هم اپلای کنین. حتی این نکته هم باید بگیم که دکترا دانشگاه پولی نیست، یعنی در واقع شما حقوقی که میگیرین همش میره تو جیب خودتون، نیازی نیست شهریه دانشگاه بدین واسه پستاک و دکترا، ولی واسه ارشد حالا لیسانس که خیلی سخته، یه شرایط خاص خودشو داره اصلا واردش نمیشیم، ولی واسه ارشد حالا شاید توی ویدیوهای بعدی در مورد لیسانس هم توضیح دادیم، ولی واسه ارشد دانشگاه‌ها شهریه میگیرن، ولی امکان دریافت بورسیه هستش که بورسیه هم به کیا میدن؟ بورسیه به کسایی که بتونن ثابت کنن نیاز دارن، هم ثابت کنن نیاز دارن هم رزومه خوبی داشته باشن، مثلا یعنی معدلشون خوب بوده آره، یعنی متاسفانه بعضی فکر میکنن این بورسیه در واقع چریتیه چی بهش میگن
یعنی در واقع یه کمکیه که همینجوری میکنن. نه اینجوری نیستش، دانشگاه دنبال گرفتن دانشجوی خوب هستن. یعنی در واقع این رقابت رو دارن با دانشگاه دیگه میکنن که بهتون شهر به کمک هزینه بدن که دانشجوی خوب رو بگیرن که کمک نیاز یعنی در واقع نیاز مالی هم دارن. حتی اون موقع اگه یاد باشه ما بودیم رایگان بود، بازم به یه سری آره یه سری گرفته بودن میدادن. مثلا یادم موقعی که فرم چیز اومد، پذیرش اومد، یه فرم من باهاش اومد که اگه میخوام واسه بورسیه اپلای من اپلای کردم من که نکردم. ریجه که حتی اون موقع خیلی هم آشنایی نداشتم که چی باید بنویسیم، ولی الان بهتر میدونیم. واسه بورسیه یک حالا یه نکته بگیم که اولا که بورسیه ممکنه درصدی بهتون، مثلا ممکنه بگن 70 درصد شهریه رو ما بهتون بورس میدیم که بازم خیلی خوبه. 70 درصد هم تو این شرایط ارزی واقعا بد خیلی کمک بزرگی به خانواده و خود شخص هستش. ولی توی اون SOP که مینویسید یا اون کاورلتری که واسه بورسیه مینویسید خیلی مهمه. یعنی در واقع اولا باید توانایی‌هاتون رو خیلی خوب نشون بدید. دوباره اینه که من خودم اینو نمیدونستم، باید توی اون نشون بدید که شما نیاز مالی هم دارید. حتی من یادم بعضی بچه ها نوشته بودن که حتی اونا خب جای دیگه هم پذیرش داشتن، نوشته بودن اگه بورسیه به ما نمیدید ما نمیایم، یعنی نه به ما پذیرش ندید. من یکی بچه ها اینجوری نوشته بود و بهش داده بودن آره که گفته بودن خب بند خودم از که واقعا لازم داره بهش بدید. این هم در مورد بورسیه بودش. حالا در مورد رزیدنت پرمیت و ویزا و نمیدونم اقامت و اینا بعد یه ویدیو دیگه بسازیم. در تمام این اطلاعات واسه SOP و CV و چجوری نوشتنش هم میتونید تو همون سایت فاندیاب پیدا کنید. fandiab.com. حتی به فارسی هم فاندیاب رو سرچ کنید میاره fandiab.com. در مورد این چیزا خیلی خوب توضیح داده. بعد اینکه حالا در مورد کار پیدا کردن اینا که خودش خیلی بحث بعد از اومدن خیلی بحث جامع و کاملیه که حالا این ویدیو خیلی طولانی میشه، بهتره حالا توی ویدیوهای بعدی در موردش توضیح بدم. چیزی جامون به نظره؟ نه دیگه بکنم بهتر میشه. خب امیدواریم مفید باشه. حالا گفتیم اطلاعاتو باهاتون به اشتراک بذاریم چیزایی که میدونستیم. امیدواریم مفید باشه واسهتون و توی این مسیر موفق باشید و بتونید پذیرش بگیرید یا مهاجرت کنید اگه دوست دارید. یه نکته خیلی مهم اینو من اول بعد میگفتم الان یادم اومد، اینکه مهاجرت صرفاً واسه یه حالا کشوری مثلا ایران و اون کشور اینجوری نیستش. یعنی در واقع خود فنلاندی ها هم زیاد مهاجرت میکنن، یعنی خیلیشون میرن اسپانیا، من شنیدم خیلیشون میرن آمریکا. فرار مرزها اصلا دارن. آره اینا واقعا این فرار مرزهاشون هستش. آره که بودن میرن آمریکا خیلیشون. و اینا خود دولت اینجا یه سری نگرانی هایی تو این زمینه داره، یعنی فقط فکر نکنید که مهاجرت واسه ایرانی هاست. اینم نکته آخر. موفق باشین. خدا حافظ.